درود فراوان به شما بینندگان عزیز، یک برنامه دیگه سکوت رو با هم شروع میکنیم. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هست و ساعت 6 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی. آرزو میکنم که هفته خوبی داشته بودیم. همینطوری که در هفته پیش برنامه رو دیدین، از هفته پیش و این هفته و آرزومونه که بتونیم ادامه بدیم این کارو. روی تلویزیون کانال عصر امروز هم برنامه ما پخش میشه. تلفن های چندین تلفن داشتیم، نمیخوام بگم زیاد، چندین تلفن داشتیم که خوشحال بودن از این که میتونیم این همکاری رو داشته باشیم. این همکاری رب پیدا میکنه به شما بینندگان، چه تماس گرفتن با ما، چه تماس گرفتن با کانال عصر امروز که درخواست کنین که نه فقط برنامه های من، بلکه مجموعه برنامه های ایتو رو که تشکیل میشه برنامه گذارهای مختلفی با طرز فکرهای مختلف و در رابطه با مسائل مختلف صحبت میکنن دیدگاه خودشون، برای شما پخش بشه. آرزوم اینه که بتونیم مجموعه ای که روزی 2-3 ساعت بیشتر نیستش و بتونیم اینو بیاریم در کانال عصر امروز هم پخش کنیم. البته ممکنه تصویری که الان میبینین تصویر خوبی برای شما نباشه، فعلا برای اینکه آزمایشی داریم کار انجام میدیم. به وسیله اینترنت لطف کردن همکاران در کانال عصر امروز، این تصویر رو برای شما دارن پخش میکنن. خبرهای بسیار زیادی در دو دنیا هست، ولی من فکر میکنم زیاد به این خبرها گوش دادیم. امروز برنامه‌مون راجع به تحصیلات، ادویکیشن و آزادی هستش. ولی قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنم و راجع به این صحبت کنم، پیامی دارم برای کسانی که در رسانه ها صحبت میکنن، از هموطنانی که گروه های سیاسی دارن به اصطلاح و در این راه دارن تلاش میکنن. من فکر میکنم که بد نیستش که ببینن که اینها دشمنان ایران هستند. بعضی از این دوستان اشتباه کردن و شاید موضوع دیگه ای رو دارن میگیرن. اینا کسانی هستن که جمهوری اسلامی رو در ایران پایه‌گذار هستن و دارن میگردونن. هیچ کس به غیر از اینها نیست. اینها تصویر کسانی هستش که در ایران حکومت میکنن، قانون میذارن، آدم میکشن و انواع و اقسام رفتار قیافه ها رو نگاه کنی، اینها سیاستمداران و رهبران. اما ما نگاه میکنیم اینیم که در خارج از کشور گروه های سیاسی، شخصیت هایی که به اصطلاح سیاسی هستند، الیت جامعه نشستن و جنگ های داخلی دارن. جنگ های داخلی یعنی چی؟ یعنی به جای این که بشینن در مورد مسئلهی که این آدم هایی که شما میبینی، اینا رو فکر نکنیم، من اینا رو فقط رفتم گشت عکسشون رو پرسیدم کیا در ایران قدرت سیاسی داره. اینا سیاست مداره مملکت ایران هم. خجالت داره نگاه کنی. خب به جای اینکه با اینها مبارزه کنی، مبارزه من میتونم اینو درک کنم که مبارزه مدل های مختلف داره، اما صدای آمریکا و بی بی سی رو من میتونم بفهمم. صدای آمریکا و بی بی سی یک نوع روش مخصوص خودش داره، وابسته به یک کشور دیگه ایه و برای منافع کشورش کار میکنه. اصلا بحثی در مورد اونا نمیشه کرد، ولی اینکه اونا کار خودشون انجام میدن. ما نباید فکر این باشیم که اونا بیان در مورد مسائل داخلی ایران و برای نجات مملکت ما کار کنن. اما من نگاه میکنم اونم در رسانه های ایرانی، در گروه های اپوزیسیون جنگ سر اینه که محمد رضا شاه خوب بوده یا بد بوده، رضا شاه بد بوده، مصدق بد بوده یا خوب بوده، اصلا ربطی نداره به الان ما. ربطی نداره. اما چرا این اتفاق میفته؟ این بحث امروز ماست. چرا این اتفاق میفته؟ من برای این که بتونم برای شما اینو نشون بدم، اول از همه میخوام روی صفحه یک فرمولی هست بذارم. هیچ لازم به
حفظ کردن و مسئله نیست. من فقط میخوام اینجا بذارم که نوشته دموکراسی رو گذاشته مساوی است با AT plus 0I plus B and schooling plus E IT. اصلا لازم نیست بدونین چیه، منم نیومدم اینجا درس بدم. این فرمول رو میخوام امروز راجع بهش صحبت کنیم که این فرمول اصلا یعنی چی و برای چی لازمه که ما اینا رو بدونیم. برای اینکه بتونم بیشتر این موضوع رو باز کنم، اول میخوام برای شما یک صحبت یکی از این آخوندهای ایران که جز قدرتمندای اونجا هست که در رسانه‌های ایرانی میشنه صحبت میکنن میخوام برای شما پخش کنم. اجازه بدین من آمادش کنم، من برای شما پخش کنم، با هم گوش میدیم بعد برمیگردیم ادامه میدیم. با هم گوش میدیم. پیغمبر بزرگوار ذبیح پسر ابراهیم گله گوسفند مفصلی داشت، چون اونا میکردن و میرفتن اومدن تو صحرای کربلا، سه روز موندن علف تا قد آدم که گله گوسفند توش گم میشد. آبم که دیگه ماشاءالله دیگه چی خبره، سه روز گوسفند واسته همینطور عشق میریزه حیوان، علف تا قد آدم علف نمیخوره آب نمیخوره. چون اونا اومدن گفتن اسماعیل یه معما شده مال ما، یه معما شده مال ما، گوسفند گرسنه سه روزه توی علف توی آب، نه آب میخوره نه علف. اسماعیل گفت خدا چی شده؟ خطاب شد یه قوچی داخل گلته، من بهش امر کردم باد بگه چرا، برو سوال کن ازش. اومد گفت کدومه تو من با حرف بزنی؟ قوچ اومد جلو گفت یا نبی یا من. گفت این علف به مهمی گوسفندی که من دیده یا نه، صبح که میره رو علف تا شب سرش از علف بر نمیدار، هم رد هم میخوره، سه روزه نمیخوره. چرا نمیخوری؟ گفت اسماعیل تا ما توی صحراییم نه آب میخوریم نه علف. گفت چرا؟ مگه اینجا کجاست؟ گفت اسماعیل اینجا کربلاست. حالا ایزانم مملکت دست ما، مملکت ما دست این آدم هاست و این صحبت هایی که میکنن توی این 30-40 سالی که گذشته. در این مدت خیلی سوال پیش اومده که چی شد این بدبختی سر ما اومد، دلیلش چیه؟ من انواع و اقسام صحبت ها رو در مورد این که چرا این اتفاق در مملکت ما افتاده و چطور امکان داره که یه همچین آدمایی بتونن یه مملکت رو در دست بگیرن برای ما همه زیر سوال بود. خب اینو نگاه کردین؟ نتیجهش هم بذارم بریم سر بحث امروز، نتیجهش ببینین چی میشه. قشنگ نگاه کنیم ببینیم که مردم ما در چه وضعی هستن، با هم نگاه میکنیم به این قسمت. واده های اینا به دنیا می اومدیم، الان جای اونا بودیم، خیلی راحت بود، ما مددجوی مرکز بودیم و اونا مرزکاری بودن که داشتن به ما خدمات میدادن. برای آقای رئیس جمهورم تعریف میکنم خودشون در مورد این آدم ها قضاوت کنن. ما اینجا یه زهرایی داریم که اون زمان 17 سالش بود، الان که دیگه 22 سال 21 دو سال داره. زهرا از اون سکس ورکرهای خیلی بزرگ، یعنی توی 17 سالگی از اون سکس ورکرهای خیلی بزرگ این شهر بود و خب نرخای خیلی بالا و خیلی هم فعالیت میکرد، یعنی روزی با چند نفر ارتباط داشت و پول در می آورد. یه روز صبح از یکی از مراکز دولتی، صبح شنبه هم بود، ساعت 8 صبح، یه خانومی اومده بودن اینجا بازدید که حالا ببینن که کار ما چجوریه، آیا مثلا مشکلی داریم یا نه. بعد من اینجا نشسته بودم، این خانومم اینجا کنار من نشسته بودم. بعد حالا زهرا از روز قبلش رفته بودی که از شهرستانا با 16 نفر ارتباط داشت، مشروب استفاده کرده بود، با یه حال پریشونی یه آرایشی وارد این اتاق شد. بعد این خانم، ببخشید من دقیقا همون لفظی که اون خانم به کار برد و به کار میبرم، به این که از در اومد تو به من گفت خانم دکتر زود داروی منو بدین، خیلی حالم خوب نیست، حالم خوب نیست، میخوام برم عجله دارم. این خانم یه نگاهی به سرتاپای این کرد، بعد بهش گفت کثافت آشغال، ببخشید من این لفظو به کار میبرم ولی فقط همین چیزی که اون خانم گفته میگم. بعد زهرا گفت ببین تو هم اگر وقتی 9 سالت بود رفته بودی برای پدرت مواد بگیری، مامورا دستگیرت میکردن میبردن دار و تدیب، تو 11 سالگی که آزاد میشدی میومدی میدیدی پدر مادرت هر دوتا گوشه خیابون تزریق کردن، شهرداری رفته یه جای خاکشون کرده که تو حتی نمیدونه قبرشون کجاست، تک و تنها تو این شهر میموندی،
میرفتی همون خونه که قبلا با پدرت اینا زندگی میکردی، یه افغانی که میومد اونجا تو 11 سالگی بهت تجاوز میکرد و تو میترسیدی، با چشم گریون میرفتی پیش صابخونه، صابخونه زنگ میزد نیرو انتظامی میومدن تو رو با اون افغانی عقدتون میکردن به هم دیگه. از 11 سالگی الان 6 سال بود گوشه دستشویی خونه این افغانی زندگی میکنی و این مواد فروشه روز شاید تو رو در اختیار 10 نفر قرار میده و از این پولی که در میاری حتی به اندازه یه غذا بهت نمیداد، غذا تو باید میومدی توی مرکز میخوردی، اون وقت من الان جای تو رو اون صندلی نشسته بودم، تو از این در با این وضعیت میومدی تو، من به تو میگفتم کثافت هست. تمومه جای بدن من جای آتیش سیگاره، من با یه همچین مردی زندگی میکردم. حالا ایزون من زیاد از این صحبت ها که از ایران میاد، خب چطور میشه که مملکت ما به اینجا میرسه؟ مگر مملکت ما درش تحصیل کرده نیست؟ مگر در مملکت ما آدم هایی نیستن که میگن به دانشگاه رفتن، به دبیرستان رفتن، دانشگاه رفتن، مهندس هستن، دکتر هستن، PhD دارن؟ هست، خیلی هم زیاد در خارج از کشور داریم، ولی چرا نمیشه؟ اولا در اینجا نشون داده که ادوکیشن در کشورهای دنیا درجهش چقدره. اولش ساوت کوریا هست، بعد ژاپنه، بعد یونایتد کینگدومه، بعد سنگاپوره، بعد کاناداه، بعد نیدرلنده، بعد روسیه، بعد جرمنیه، بعد فنلاند، اسرائیل، دانمارک، چین، هنگ کنگ، نروژ، آیرلند، آیسلند، اسپین، سوئیسلند، اسلوونیا، بعدم یو اس ای درجه 22 داره. قشنگ شما نگاه کنیم، وقتی که به این مجموعه شما نگاه میکنیم، 20 تا از کشورهایی که از تعدادی که در دنیا هست میخونیم که اولیشن، یک کدوم از این کشورها رو شما کشورهای اسلامی نمیبینید. برای اینکه رابطه بین آزادی اجتماعی منظورم هست، منظور من کلمه دموکراسی که الان به کار میبرن نیست، چون دموکراسی یعنی تصمیم گیری مردم و ما نگاه میکنیم که اگر به مردمی که اطلاعی از روش های زندگی، از دانش، از پیشرفت ها، از رابطه بین انسان ها بویی نبرده باشن، تصمیم گیریشون هم روی اون پایه گذاشته میشه و میتونیم ببینیم که اگر شما در افغانستان بریم بگیم ما میخوایم رأی بگیریم الان چه حکومتی بیا، شاید طالبان انتخاب کنن. دموکراسی دیگه، دموکراسی کلمش از اینجا اومده که مردم حق دارن برای خودشون تصمیم بگیرن و انتخابات بکنن. دموکراسی موقعی به نتیجه میرسه که مردم در یک حد ادوکیشن یا تحصیلاتی باشن که بتونن این کار انجام بدن. ولی این مسئله خیلی کلیدیه، این مسئله خیلی مهمه که آیا فقط ادوکیشن ما رو به آزادی اجتماعی، ببینید آزادی اجتماعی یعنی این که من در محیطی که زندگی میکنم حق شخصی من به اندازه بقیه، حق اجتماعی من به اندازه بقیه است، تا وقتی که قوانین رو زیر پا نذارم. اما باید به این توجه بکنیم که آیا کشورهایی که درشون حقوق اجتماعی هست و آزادی و برابری، آزادی و برابری منظورم برابری اجتماعی، نه برابری مالی، نه برابری وزنی، نه برابری قیافه، نه برابری اجتماعی، یعنی میگه شما هر کسی که هستی در مقابل قانونی که در این اجتماع گذاشته شده حقتون یکی. آیا شما فهم میکنین که این کشورهایی که درشون اینا هست اینها خیلی آزادترن؟ نه. شما اگر نگاه بکنین، من چون در کشور آمریکا هستم، کشور آمریکا رو مقایسه میکنیم با ایران، در ایران مردم خیلی آزادترن. حالا شاید شما من سوال کنین که چطور میشه هم چیزی؟ دزدی میتونین بکنین، جلوتونو نمیگیرن، تو خط خیابون میتونین بزنین، جلوتونو نمیگیرن، از خونه مردم میتونین بکشین بالا، جلوتونو نمیگیرن، مواد مخدر وارد میکنین، پول میدزدین، پول کشور رو میدزدین، نفت میفروشین، یه دکل نفتی با جاش گم میشه میدوزدن، هیچ خبری نیست. در اینجا شما سرعت ماشین از 55 مایلتون به این روش 65 مایل پلیس نگهدارتون میکنه. شما باید قوانین انجام بدین به اون جوری که همه فکر میکنن اگر بیاین در آمریکا شما آزادی، شما آزادی دارین تا وقتی که قوانین اجتماعی رو زیر پا نذارین. شما نمیتونین حق یکی دیگر بخورین، در خونه یکی برین
کتکش بزنی. در ایران همین هفته پیش یک مردی از ایران اومده و در یکی از این رسانه‌هایی که مثل بی بی سی وی او صحبتی داشت و حرف می‌زد، داشت توضیح میداد که من جزء یکی از این پاسدارا بودم و ما خونه‌های مختلفی در نقاط شهر داشتیم که هر کسی که می‌دیدیم وضع مالیش بهتر شده رو این آقا رو سر خیابون می‌گرفتیم، می‌آوردیم اونجا کتکش می‌زدیم، ازش پول می‌گرفتیم تا ولش کنیم، می‌گفتیم مگه نمی‌ندازیم به زندان باجگیری. این آزادی که به نظر ما در مغز ما میاد، در کشورهایی که قوانین اجتماعی هست جلوی ما رو میگیرن که به حریم و حق کسی دیگه دخالت نکنیم. خب اگر بتونیم اینو درکش بکنیم و بتونیم به این مسئله اینطوری نگاه کنیم که ما باید نه فقط تحصیلات داشته باشیم، یعنی تحصیلاتی که من اگر مکانیک خوندم، مکانیکی خوندم، من اگر مهندسی راه ساختمان خوندم، من اگر آرشیتکت هستم، من اگر دکتر چشم هستم، من اگر وکیل هستم، من اگر انواع و اقسام رشته ها رو از لیسانسم پس کردم، دکتراشو گرفتم یا رفتم مستر این کار شدم اومدم، دلیل بر این که بتونیم در یک اجتماع درک بکنیم که آزادی اجتماعی یعنی چی 100% لزومه اون نیست. اینو من از خودم نمیگم، من برای این که همیشه سعی میکنم برای شما این مسائل رو نشون بدم، این فرمولی که براتون اول گذاشتم از نوشته‌ای هستش که مجموعی از دانشگاه‌ها وقتی که علوم اجتماعی و جامعه شناسی درس میدن در قسمت بالای دکتراشون مجبورن تزی بنویسن که این بهترین تزی بوده که الان مورد استفاده قرار میگیره. یعنی فرق کشورهایی که مردمش به دنبال تحقیقات میرن اینه که اینها میشینن فرمولی برای آزادی مردمشون و برای برابری حقوق اجتماعیشون پیدا میکنن و رو اون روش میرن جلو. این کارو در کارهای دیگه شون هم میکنن، برای حمله به کشورهای دیگه که بتونن از منابعشون استفاده کنن هم میشینن از فرمول استفاده میکنن، ولی کشورهای ما نه. من اول به شما اسمها رو گفتم، حالا میخوام تصویرها رو نشون بدم خیلی سریع. دیکتاتورهایی که الان وجود دارن در دنیا اینجا هست، مثلا از اردن عبدالله دوم مال اردن است، ازبکستان داره، همینطور که اینجا میبینید چاد داره، مراکش داره، رواندا داره، عربستان سعودی داره، لوکاشنگو داره، آرتینا داره، گینه داره، برمه داره، انگولا داره. اگه نگاه کنید این کشورها اکثرشون یا عرب مسلمان هستن یا مسلمان کشورهای آفریقایی هستن، بعضی ها مثل کیم جون اون مال کره شمالی هم این وسط جا گرفته، اونا هم هستن، چون دلیل بر اون نمیشه برای شما میگم دقیقاً چی میشه. خب حالا نگاه میکنیم میگیم خب اگر ایژوکیشن یا تحصیلات تأثیر میذاره روی آزادی کشورها، آزادی اجتماعی مردم و حکومت مردمی و دموکراسی آمدن، پس چرا ایران ما به اینجا رسید؟ در این نوشته، در این تز، در این گفته، من یک بار دیگه رو صفحه میذارم که اینجا دموکراسی رو الان من بزرگتر میذارم بتونیم ببینیم که دموکراسی رو توضیح داده، لازم به دونستنش هم نیست. اینجا توضیح میده که مسئله دموکراسی درست مساوی است با تحصیلات به اضافه زمان به اضافه موقعیت کشور. حالا براتون یکی یکی توضیح میدم. وقتی که ما راجع به تحصیلات صحبت میکنیم و وقتی که آمار میدن 20 میلیون ایرانی بی سواد هستند ولی بقیه رو میگن سواد دارن، یا در افغانستان یا در عراق یا در سوریه یا انواع اقسام این کشورهای اسلامی که شما نگاه میکنین، اون بقیه که جزء با سواد حساب میکنن، اینها سواد خوندن و نوشتن و دو تا چهار تا دارن. یعنی این اومده در اینجا جمع‌بندی کرده که کشورها مثلا 2.5 سال تحصیلات دارن مردمشون، یا 4 سال دارن، یا 8 سال دارن، یا 12 سال، بستگی داره که چقدر هستش. تحصیلاتی که حساب 2 تا 4 تا داره در آزادی یک مملکت کمک هیچ وقت نمی کنه، برای اینکه اینها فقط میتونن بخونن و
بنویسن و عددهای دو دو تا چهار تا رو با هم جمع بزنن. پس باید در یه مرحله دیگه بریم جلو. به غیر از این جدا کرده که وقتی کسانی که به دانشگاه، یعنی بعد از این که مرحله ابتدایی و دبیرستان رو تموم میکنن، های اسکول رو تموم میکنن و دیپلم های اسکول میگیرن و وارد دانشگاه میشن، تازه رشته مخصوص خودشون انتخاب میکنن. یه نفر میره میگه من میخوام مهندس راه ساختمان بشم، یکی میگه من میخوام دکتر قلب بشم. این لازم بر این نیست که اینها راجع به مسائل اجتماعی هم بدونن، یعنی باید در اون جامعه راجع به مسائل اجتماعی هم تجربه وجود داشته باشه. اینجا اون زمان به وجود میاد که قبل از اینکه من راجع به زمان صحبت کنم، میخوام برگردم به ایران خودمون و نگاه کنیم ببینیم که ایران ما چه وضعی داشته که ما به اینجا رسیدیم و چرا ما تعجب میکنیم. و هیچ تعجب نداره و دلسرد هم نباید بشیم، برای اینکه این یک مسیریه که تمام کشورهایی که به حقوق مردمشون احترام میذارن و مردم حقوق مساوی دارن این مراحل رو طی کردن. اون اینه که شما اگر نگاه کنیم بعد از صفویان و بعد از قاجار شخصی به نام رضا شاه در ایران اومد و این آخوندا که تعلیمات دینی میدادن، یعنی فقط قرآن خونی در مکتب ها درس میدادن. من کاری به چند تا شاعر و چند تا نویسنده و چند تا این چیزهای مختصر یا چند نفری که خارج می‌رفتن نشن، دارم راجع به مجموعه صحبت می‌کنم. وقتی که ما راجع به آمار صحبت می‌کنیم، از هزار تا اگه یک دونه اونطوری بشه دلیل بر این نیست که جزء این آمار قرار بگیره، باید درصد داشته باشه. ما نداشتیم. وقتی که رضا شاه اومد اشتباه نبود از یک لحاظ و اشتباه بود از یک لحاظ. اشتباه نبود از این لحاظ که چه راهی رو پیش گرفته بود، اشتباه این بود که خیلی سریع داشت میرفت جلو. سریع رفتن جلوی رضا شاه و بعد از اون محمد رضا شاه این بود که در جامعه‌ای که پایش روی دامداری و گله‌داری و کشاورزی که در ایران هستش، پایه ایران روی این بود و بعد تازه نفت پیدا شده بود و مسئله نفت اومده بود زیاد شده بود که دیگه ایران برای این که بتونه زندگیشو بگذرونه نمیتونست نفتشو به کشورهای خارجی بفروشه و وارد این مملکت بشه. حالا دولتی اومده رو کار که دانشگاه و مدرسه باز کرده بود، نه فقط در شهر تهران، در شهرهای بزرگ، بعدم مجبور کرده بود در دهات مردم برن بشینن خوندن و نوشتن و اینا یاد بگیرن. در اثر این آمار نشون داده در تمام دنیا، برای شما یکی خواهم گفت که وقتی این اتفاق میفته یکی از خطرناکترین نقطه های تاریخی اون کشوره. چرا؟ برای اینکه با مرحله تحصیلی دسته مخصوصی در یک کشور وقتی که بالا میره، اینها رابطه شون با کتاب و کتابخونی و کشورهای دوروبر برای تأثیر گذاشتن روی مغز اینا، برای اینکه اینها نوشتن و خوندن یاد گرفتن، دانشجوهای دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، دانشگاه‌های مختلف ایران وقتی که اومدن مدرک لیسانس رسیدن و رفتن از ذره بالاتر، حالا که تونستن کتاب بخونن، کتاب‌های شوروی وارد شد، کتاب‌های انگلیس وارد شد، کتاب‌های اونجا وارد شد، اینا شروع کردن خوندن و به خاطر اینکه میتونستن بخونن و نامه‌نگاری کنن و با همدیگه بحث بکنن و معلوماتشون از اینجاها گرفته میشد، پایه‌های سیستمی که در اون زمان وجود داره به خطر میافتاد. و اینها به خاطر اینکه شده بود توی مرحله‌ای رسیده بودن که حالا برای خودشون تصمیم گیر بودن، اگر نگاه بکنین قبل از اینکه اتفاق اسلامی در ایران بیفته، این گروه ها شروع کردن، گروه ها شدن دسته های مختلفی که شروع کردن کار کردن و بیشترش در دانشگاه ها تأثیر روی دانشگاه ها بود. آمار نشون داده که دانشجویان در تغییر حکومت نقش بسیار زیادی دارن، در نوشته های لنین، در نوشته های موسولینی، در نوشته های هیتلر، در کتابش زندگی من اگر بریم بخونین و من اگر لازم باشه اگر کسی دوست داشت من بگی و من قسمت هایش رو بهشون نشون بدم، اینها گفتن که دانشجویان کسانی هستن که ما میتونیم اینها رو بیاریم در حدی که برای اینکه حالا نوشتن و خوندن و فهمشون یه ذره بیشتر شده، ما میتونیم اینها رو تحت تاثیر قرار بدیم که جامعه رو کنترل بکنیم. وقتی که ما نگاه میکنیم به تاریخ ایران این مسئله پیش اومده. حالا اونا کیا هستن؟ اونها کسانی هستن که تحصیلاتشون کردن، اما در اینجا نشون میده برای اینکه حقوق اجتماعی و دموکراسی در یک کشور بیاد، زمان، اون قسمتی که من به شما نشون دادم که دموکراسی رو آورده با
مسئله شو اینجا نوشته A، اینجا A، اولین مسئلهش نوشته represent year fixed effect، year fixed effect، سال، سال ثابتی که تأثیر میذاره. با 5 سال و 10 سال و 20 سال و 30 سالی که یک جامعه وارد قسمت تحصیلات و آگاهی و آشنایی و معلومات بره، دموکراسی وارد اون کشور نمیشه، دیکتاتوری وارد اون کشور میشه. برای اینکه اینها با وجودی که معلوماتشون راجع به این مسائل هست، هنوز تجربه آزادی رو نکردن و ضربه هاشو نخوردن، هنوز نمیدونن که بر علیه یک سیستمی که الان کنترل کننده اون جامعه است، برای درست کردن این باید کار کنن، برای اصلاح کردنش باید کار کنن. اگر آدم کش نیست، اگر مثل دولت خمینی، مثل دولت خامنه ای هر روز مردم رو نمی کشه، باید تغییرات در اون بدن. و آمار نشون داده که بعد از 50 تا 100 سال طول میکشه بعد از اینکه ادویکیشن و تحصیلات وارد یک جامعه میشه، اون جامعه تازه میتونه قدم برداره به طرف دموکراسی. خب وقتی که به این مسئله ما نگاه کنیم، کسانی که الان به عنوان گروه‌های سیاسی، دسته‌های سیاسی، برنامه‌گذاران تلویزیونی که راجع به سیاست صحبت می‌کنن، من راجع به رسانه‌هایی که موزیک و اینا پخش می‌کنن حرفی نمی‌زنم، من به اونا احترام بیشتر می‌ذارم، برای اینکه حداقل وضعیتشون رو با مردم روشن کنن. گفتم ما راجع به این مسائل نیومدیم سر شما کلا بزنیم، ما یک قسمت دیگه احتیاجات جامعه رو داریم حل میکنیم. من وقتی که نگاه میکنم اینا، یه پزشکی میاد میشینه داره راجع به چش صحبت میکنه، راجع به قلب صحبت میکنه، یه روانشناسی میاد، یک مشاور خانواده میاد، اینا اینا مسائلیه که الان ما در خارج از کشور احتیاج بهش داریم و اینا اومدن دارن این کمبودو برای کسانی که براشون سخته بتونن با کسانی با زبان خارجی صحبت کنن، اینا اومدن دارن این اطلاعاتو در اختیار اینا میذارن. من با اونها هیچ مسئله ندارم و لازمه جامعه ما هستش. اما کسانی که اومدن وارد مسائل اجتماعی ما و مسائل سیاسی ما شدن و هنوز با طرز فکر 40 سال پیش نشستن دارن صحبت میکنن و هنوز مسئله مهمشون 28 مرداده که آیا بوده یا نبوده، یا شاه خوب بوده یا اون نبوده، این مسائل الان بزرگترین خطره که در این پیپر واضحا راجبش، نه فقط برای کشور ما، ولی من چون رفتش دارم به کشور ما میتونم اینو ببینم، در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده که این مسئله نزدیک شدن انسان‌ها در دور دنیا به وسیله اینترنت و رسانه‌های دیگه و این میدیاهای مختلف داره این پروسس و این مرحله‌ای که باید یک جامعه بره جلو از قسمت‌های بی سوادی و حکومت‌های تک نفره به آزادی و فهمیدن و رفتن و شیر کردن. و ببینیم وقتی که ادویکیشن میره بالا، وقتی که تحصیلات میره بالا، وقتی که ما تمرینش میکنیم و نسل بعدیمون دوباره با این مسئله بزرگ میشه و نسل بعدی میاد، اینها حق حقوق خودشونو میتونن درک کنن. من اگر الان برم وارد کشور لهستان بشم، یه مثال دارم، وارد ژاپن بشم، من چون از قوانین ژاپن آشنایی ندارم، به قوانین ژاپن ممکنه اونجا حق من حقمو نتونم به اون راحتی بگیرم که الان در آمریکا هستم بگیرم. پس آشنایی با حقوقم، حقوق اجتماعی من بسیار مهمه. برای دانستن حقوق اجتماعیمون باید نه فقط تحصیلات داشت، ولی اگرم تحصیلات نداریم باید جامعه در این مرحله انقدر طی کرده باشه که یک انسان بدونه که اگر من دارم با سرعت 55 مایل رانندگی میکنم و سرعت نوشته 55 مایل، پلیس حق گرفتن و تیکت دادن به منو نداره. من حق دارم اگر وارد یک محیط عمومی در آمریکا میشم، هر نوع لباسی دلم میخواد تنم کنم، مگر اینکه در اونجا زده باشن که اینجا با کچلوار راتون میدیم. ولی اگر شما در اونجا برین پرچم آمریکا رو بردارین و پرچم ایران روی پیرانتون بزنین والا چین، هیچ کس در هیچ نقطه آمریکا حق جلوگیری شما رو نداره. ولی در اثر ندونستن قوانین آمریکا این اشکالات برای ما پیش میاد. پس دونستن قوانین به آزادی مردم کمک خواهد کرد. من برای اینکه سرتون در نیاد، من خودم هم حس می کردم که اگر من راجع به این مسائل صحبت کنم شاید یه مقدار خسته کننده باشه. من یک قسمت کوتاهی فقط برای اینکه خستگی در بره برای شما پخش میکنم، بعد برمیگردم دوباره ادامه میدم برنامه رو. و راجع به اینکه چطوری با ما تماس بگیرین،
بعد از این کلیپ کوتاه با شما خواهم بود. سپاس دارم از اینکه پای صحبت‌های من نشستید. دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکی دلبرز لب فروب است، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. دیده سیاه در بند آسان رهید و بگریخ، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد. روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دیگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. دیو سیاه در بند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد. روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دیگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز میهن جوان ندارد. دارا کجای کاری؟ دزدان سرزمینت بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد. آییم به داد خواهی فریاد من بلند است، اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد. سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صدا و افسوس شیر ژیان ندارد. کو آن حکیم توسی
شهنامه سراید. کو آن حکیم توسی شهنامه سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد. هرگز نخواب کوروش، هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. با درود دوباره به شما بینندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم. قبل از این که ادامه بدم بحثمو، خواستم توضیح بدم که این برنامه سه شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و یا 3 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه از کانال خودمون، از رادیو ایران در هیوستن تگزاس، و دو هفته است که از کانال عصر امروز. سپاس فراوان دارم از مسئولان این تلویزیون. تلفن تلویزیون عصر امروز اگر میخواین نظرتونو، چه بد چه خوب، چه دوست دارین چه ندارین، چه دوست دارین ادامه پیدا کنی یا حتی دوست ندارین ادامه پیدا کنه، این نوع صحبت ها 818-451-4-0 هستش. سعی ما در اینه که شاید بتونیم این برنامه ها رو به این صورت ادامه بدیم، نه فقط برنامه های من یک قسمت کوچکی از برنامه های ایتو هستم در این رسانه. ما کسان مختلفی داریم، بانو جهانشایی هستن، بانو سرور هستن، آقای پرویز مینویی هستن، دکتر لاجوردی از پاریس هستن، دکتر سعید احمدی از تگزاس هستن، آقای خسرو فرابهر هستن که برنامه هاشون پخش میشه در اینجا و ساعتهای مختلفی دارم. ما بیشتر از 2-3 ساعت در روز برنامه زنده نداریم. من فکر نکنم، بقیهش تکراری هست که در سایتمون e2ch.us اینا پخش میشه و شاید بتونیم با همکاری با این کانال هم ساعتامون اینجا بیاریم، هم بتونیم در آینده نزدیک اگر شما همیاری و همکاری بکنین شاید بتونیم مجموعه رو روی ایران ببریم. لازمش اینه که ما بتونیم آزادانه راجع به مسائل مختلف از نگاه‌های مختلف صدامون به ایران بره و اونها گوش بدن که فقط در خارج از کشور نشستن اینها دارن راجع به این مسائلی که اصلا ربطی به الان ما نداره صحبت میکنن. تمام صحبت امروز من بر اینه که شما فکر نکنین چون یکی میاد اینجا میشینه میگه من نمیدونم فلان کار در ایران داشتم و حالا نمیدونم مهندس فلان هستم و دکتر فلان هستم، حتما نمیخوام اسم ببرم برای اینکه شخص مشخصی رو نمیگم، چون در یک رشته ای ایژوکیشن داره حتما داره حرفایی که میزنه درسته. باید رفت تحقیق کرد، باید رفت آورد باز کرد. منم دارم فقط این مسائل رو باز میکنم. من هیچ نوع نظری راجع به این که ایران ما چطوری نجات پیدا کنه هیچ وقت ندادم، برای اینکه ایران ما به نظر من به هیچ راه نجاتی نداره به غیر از اینکه اسلام از ایران بره. اسلام تنها عامل و سم برای مملکت ما، نه فقط مملکت ما، در تمام دنیا، ولی اونها درد من و شما نیست، برای ایران ما اسلام سمه. یک سم دیگه هم وجود داره، کسانی که ادعای روشن فکری میکنن ولی برای عقاید شخصی و گروهیشون دارن مبارزه میکنن، سم من برای ایران. هر کسی بیاد بشینه طرفداری از گروه مشخصی بکنه و حمله بکنه به اون یکی، اینا سمن واسه مملکت ما. باید بلند شین و صداتون رو به اینا برسونید. حالا میگین سخته برای شما، آخه چطوری میشه که به صدای آمریکا زنگ بزنیم، به اون تلویزیون زنگ بزنیم؟ اجازه بدین ما این کار انجام بدیم، اجازه بدین بذارین صدای این رسانه ها قوی تر بشه که ما بتونیم راجع به این مسائل صحبت کنیم. اگر روزی سوالی دارین، کسی هست که راجع به این مسائل میخواد صحبت کنه و فکر میکنه من اشتباه میکنم، که 100% امکان اشتباه کردن هر کسی در هر چیزی وجود داره، حتی اگر من از نوشته دارم میخونم شاید اون نوشته رو شما قبول ندارین، میایین سوال میکنین آقا کجا آوردینو. تلفن هست 703-349-2279، میتونین تماس بگیرین، مستقیما میاد اینجا، کسی در اینجا نیستش که جواب دیگه ای بده و صداتون پخش نشه. من اسمم هست امید و امیدوار، برای کسانی که بینندگان
کانال عصر امروز هستند شاید آشنایی با من ندارن. ما حدود 2 سال هستش که روی ستلایت برنامه‌مون قطع شد به خاطر کمبود بودجه. تا جایی که میتونستیم 7 سال تونستیم روی ستلایت باشیم، ولی متاسفانه دیگه بودجه به اونجا نرسه که بتونیم ادامه بدیم. حالا باید یه 7-8-10 سال دیگه وایسیم دوباره بودجه جمع کنیم، دوباره بذاریم بدیم. که من نگاه میکنم میبینم که تا 7-8-10 سال دیگه معنی ایران ما چی میشه، آیا اینا تیکه پارش میکنن یا نمیکنن. وقتی که راجب ادویکیشن صحبت دارم میکنم اینجا، ما خطری که الان در کشور ما وجود داره اون دسته‌ای هستن که حالا ارجعیت پیدا کنه از لحاظ تحصیلات به اون دسته‌ای که تحصیلات ندارن، آگاهی ندارن و اینها رو میتونن راحت بخرن. وقتی که میتونن اینها رو راحت بخرن، انواع و اقسام کارها رو میتونن انجام بدن. اولا مهمترین راهی که میشه یک کشور رو برد به استبدادی اینه که تحصیلات ازش کم کنیم. که نگاه میکنیم اینیم اسلام اولین پایش اینه که تحصیلات، اصلا دانشگاه ها میگن سمه. اولا میگن زنها که به هیچ عنوان نباید برن اونجا، این شما میرین اونجا بعد حجابی کردین و میرین اونجا، اصلا زن نباید اونطوری بشه، زن باید تو خونه بشینه. یعنی یه قسمت 50% جامعه رو فعلا دور تحصیلات، دور آزادی خواهی دور کردن. من یک کلیپی برای من در یوتیوب فرستاده شده بود، البته من چون برنامه ما لایف هم از روی یوتیوب داره پخش میشه برای کسانی که میخوان بدونن، برای همین ما قسمت هایی که در یوتیوب پخش میشه غیر قانونی پخشش کنیم، بس صدای ما رو قطع میکنن، به ما اطلاعیه میدن که شما یه قسمت از یوتیوب پخش کردین و تصویر ویدیو رو اونجا برمی‌دارم. برای همینی که من نمیتونم از ویدیوهایی که از یوتیوب هست استفاده کنم. ولی این ویدیو راجع به مسابقه در ایران بود که دخترها وایساده بودن و اینا سوال میکردن. شما اصلا نمیتونستیم باور بکنید که سطح تحصیلات این دخترها چه حدی بود. یعنی وقتی که مثلا راجع به دریای سرخ صحبت میکردن، میگفت همونی که بین شوروی و مثلا ایران چیه، میگفت دریای سرخه. اصلا مسائلی رو مطرح میکنن که اصلا قابل گفتن نبود. ببینید عزیزان من، شما اصلا احتیاج به این نیستش که من میتونم اینو حسش بکنم. وقتی که من بیرون تلویزیون، نه اینجا، با کسانی که آشنا هستم صحبت میکنم، میگن آخ ما چی کار داریم به این کارا، ما اصلا در کار سیاست دخالت نمیکنیم. میگم خب چرا؟ میگه ما مگه چی کار میتونیم بکنیم؟ میگم خب چون کاری نمیتونیم بکنین، آیا کسی دیگه ای که داره یه کاری میکنه رو که میتونیم کمک کنیم؟ میگه آقا اصلا شک داریم به این شخص. گفتم آیا شک دارین؟ چند وقت طول کشته این شکتون؟ آخه یه 6 ماه به طرف شک میکنین، 1 سال کارشو نگاه میکنین، 2 سال کارشو نگاه میکنین، 3 سال کارشو نگاه میکنین. آیا شما بعد از این چندین و چند سالی که رسانه های ستلایتی و تلویزیون های اینترنتی و دستگاه های رسیور هایی که تلویزیون ایرانی پخش میکنه، رادیو ها را پخش میکنه اومده، آیا شما هنوز نتونستین درک کنین فرق بین اینها رو؟ من فکر کنم واضح شده برای شما. اگه واضح شده، باید اون مسئله زمان بیاد جلو. زمان یعنی این که ما نگاه میکنیم میبینیم که در اثر زمانه که ما میتونیم درک کنیم که آیا ما باید در این کارها شراکت کنیم یا نکنیم. بفرمایید عزیزم، رو خط هستین. آقای امیدوار، بفرمایید عزیزم. درود بر شما. درود بر شما. من یه مطلبی رو خواستم عرض کنم خدمتتون. بفرمایید. اون اینی که رضا شاد در کارش اگر اشتباه کرد، رضا شاه یه آدم مدیر بود، یه آدمی بود که مدیریتش عالی بود و یه کارهای مثبتی کرد که خیلی ها قبولش دارن، ولی اشتباهی که کرد اون نیست که شما میدید. من گفتم خیلی سریع این کار رو انجام داد. نه حالا کار به این ندارم سریع یا کند، هرچی با مشابه ایشون آقای آتاتورک بود در ترکیه. منطقه آقای آتاتورک که در ترکیه اون تغییرات انجام داد، در این اون انجام تغییرات یه سری برای خودش طرفدار درست کرد. این طرفداران رو جمع کرد به نام دوستداران آتاتورک، میشه رو یه حزبی درست کرد. یعنی به فکر آینده بود که اگه خودش از بین رفت، این دوستداران آینده میان دنبال کارهاشو میگیرن. ولی رضاشاه این کار رو نکرد. چرا؟ برای اینکه اعتقاد به دموکراسی نداشت، مردم رو
یعنی نگاه پادگانی به مردم داشت. این اشتباه رضاشاه بود. مردم پادگانی نیستن که، مردم باید رشد کنه فکرشون. بله. فکرشون باید رشد کنه و در اون اقداماتی که کردن دنبالشو بگیره. چون دنبالشو نگرفتن اینجوری شد. یک دنیا سپاس از تلفنتون عزیزم. بدرود به شما. بله. بله میشه بعد از اینکه یه کاری انجام میشه اشتباهات زیادی ازش گرفت، اشکالات زیادی ازش گرفت، ولی وقتی که بشتیم نگاه کنیم میبینیم نیم قرن، حالا 40 سال این جمهوری اسلامی ملوکا، 100 سال پیش بوده این مسئله. در اون زمانه ایران عقب افتاده، کشاورز دهقان قرآن خونه که الانش ما نگاه میکنیم بهتون نشون دادن تو سرشون دارن میزن، تو اون زمان فرض کنی یک نفر میخواد بیاد و میخواد به این مردم بگه شما حالا برین ایرانی بشین، اول از همه ایرانی باشین، این لباسای عربی چیه تنتون میکنین، این چادره چیه تنتون میکنین. ما الان نشستیم هنوز داریم اون حرفا رو میزنیم، یعنی هنوز در قرن 21 من نشستم میگم بابا چادر سرتون لازم است بکنی، عمامه سر رو بذاریم سرشون، بذاریشون کنار. هنوز ما داریم راجع به این بحث میکنیم. اون چطوری میشه آخه 7 سال من نشستم در خارج از کشور، نه در داخل از کشور، در خارج از کشور، که ما در محیطی هستیم که آزادی رو داریم نگاه میکنیم و این مسائل به نظرمون مسخره است. تو اینجا که نشستیم مخالفین زنگ میزنن آقا شما برای چی میگین آخوندا بدن؟ چرا به اسلام توهین میکنین؟ به اعتقادات ما توهین میکنین؟ حالا شما توقع داشتین که اونجا برای خودش یار جمع بگه؟ کدوم یار؟ ایرانی، دسته های ایرانی رو دارم میگم، نه همه مردم ایران، دارم اون دسته الیتی که اون بدبختی رو سر ما آوردن، همونایی بودن که پول از شوروی میگرفتن، از انگلستان میگرفتن، از آمریکا میگرفتن، هنوزش هم دارن میگیرن. شما نگاه کنین ببینین، فرض کنین که من که اینجا نشستم یک روزی صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو اسرائیل، یا از عربستان یا از مصر یا از یک کشور دیگه بیان بگن آقا ما یه بودجه به تو میدیم، حقوقم به تو میدیم، تو بی بشین اینجا، اینایی که ما میگیم بخون، من این میخونم میبینم اینا مزخرفاته، داره بر ضد ایرانی و ایرانی صحبت میکنه، وقت مردم داره میگیره، سر مردم داره گرم میکنه. من اگر این کار اونجا ادامه بدم خیانت به مملکت کردم. اشکال ما ایرانی اینه که میگه آقا گلیم تعذاب بکش بیرون، بذار بقیه هر کاری دلشون میخواد بکنن، و اینم دلیل داره. آموزش های هزار ساله و هزاران ساله نه فقط اسلامی و اون نویسندگان و شاعرانی که زیر زور اسلام بودن مجبور بودن و گفته میشده بهشون که به مردم بگو عزیز من میخواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. من نفهمی یعنی چی. تو دنیایی که ما زندگی میکنیم آدم های غیر عادی دارن پیشرفت میدن جامعه رو. اگر اونطوری بود که ادیسون بدبخت اون یکی تسلا که اولین الکتریسیته اون درست کرد، ادیسون به اسم اون، خب همه بهش میگفتن تو دیوانه شدی اومدی اینجا، تو داری چیکار میکنی؟ میگم من میخوام بگیرم یه همچین کاری انجام بدم. اگر این مسئله بود که وقتی که داروین رفته بود مسئله تکامل رو پیدا کرده بود که این حیوان ها با هم تبدیل میشن، همه بهش میخندیدن، حتی در قسمت هایی که همه چیز علوم همه تحصیل کرده هستن در دانشگاه ها به این میخندیدن، میگفتن آقا اشتباه میکنی. این نیومد بگی میخوای نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. یا نویسنده ها و شاعرهای ما گفتن که این دنیا 2 روزه، وقت تو تلف نکن. خب ما ایرانی هم داریم همون کارو میکنیم، دقیقا اون چیزی که شستشوی مغزی ما رو داده رو داریم انجام میدیم. یعنی داریم نگاه میکنیم میگیم که خیام چی گفت، ادیتی در اونجا گفته بود که آقا این گلی که در اینجا میبینی، این کوزه هر ساخته، این یه روزی گردن یاری بوده، یار من برو عرق و بیار و من اینجا بشنم حال کنم. ایرانی ها همه عرق میخورن، چلوکه آبش نمیخورن، حالشون رو میکنن در خارج از کشور، دارن در ایران که بدبخت ها دارن کشته میشن، تو سرشون میخوره. اونا هم که تو سرشون نمیخوره گفتن چیکار کنیم، مواد مخدر میزنن که این بدبختی ها رو حس نکنن. نگاه میکنیم میدیم دخترای ما رو به فاحشگی کشیدن که براتون نشون دادم که اینها چیکار مجبورن بکنن. دختر 10-11 ساله در خونش بیاد بیرون، یارو میگیره بهش تجاوز میکنه، این به کی باید بره شکایت کنه؟
یا باید بره به پدرش شکایت کنه، یا به برادرش شکایت کنه، یا به مادرش شکایت کنه، یا باید بره به دادگاه شکایت کنه، به پلیس شکایت کنه، به پاسدار شکایت کنه. او خود پاسداره به این تجاوز کرده، خود یارو بسیجیه به این تجاوز کرده، و اینا مرده بدبخت یکی پیدا میشید همچین جرأتی بگم مگه چون جرأت پیدا نمیکنه؟ خود اون پاسداره میگیره میگه آقا خانم روسری اینطوری بود، میبرن تو بهش تجاوز میکنن. دختر 11 ساله میاد بیرون، گفت براتون میترسه پدر مادر، پدره تازه بفهمه با شمشیر سرش با چاقو کلاش میبره. شما نگاه کن جامعه چی میشه؟ این دختره باز دوره میری بیرون، میگن این همونی که فلانی تجاوز کرده، دور یکی دیگه. این نگاه میکنه میگه به من که دارن تجاوز میکنن، میگه آقا میشه من اگه بخوام با تو باشم میشه 100 تومن هم من بدی؟ میگه اینم 100 تومن که راحت دیگه داده بیداد نکن. خب فحاشه به وجود میاد تو مملکت. اگه نگاه میکنیم میبینیم که میگن هیومن ترافیکینگ میکنن، اگه نگاه میکنیم میبینیم از کشورهای که الان درشون شلوغی وجود داره، الان از اروپای از قسمت اروپای شرقی الان دارن میارن، الان نگاه میکنیم اینی از کشور مثلا کشورهای زرتشتان، حالا نمیخوام اسم برم کدوم، یک عالمه دخترایی که فقیر و بیچاره پدر و مادرش و اینا رو میفروشن، اینا رو برمیدارن میارن تو کشور اروپایی، کشور آمریکایی، و فاحشه میشن اینجا. این به خاطر فقره. اگه در اون جامعه فقر وجود نداشته باشه، یا حداقل یک لوازمی باشه برای نونشون و آبشون و بیمارستانشون و اینا باشه، که اینا به این کشته نمیشن، که خیلی تعداد کمی در این راه میرن میفتن. یه دستن که خب دوست دارن مریضن، دوست دارن این کارو بکنن، یا اصلا چرا مریضن، دوست داره بره با مرد همخوابه بشه، پولم ازش میگیره، تنبل نمیخواد کار کنه، خب اون برای خودش راهش انتخاب کرده. اما وقتی که ما در ایرانمون نگاه میکنیم میبینیم جامعه ای که میگه امام حسین کشتن تو سرش میزنه گریه میکنه، دخترش بهش تجاوز میکنه، سر بعد دخترش میبره، نمیره حداقل سر اون یارو رو ببره. پسران و دختران جوان ما رو میگیرن به دار میزنن، وقتی که جسدشون رو میدن، وقتی که دارن به دارش میزنن، میکشنش بالا میگن الله اکبر، به دارش میزنن، وقتی که میارن پایین میدن به مادرش، مادرش میگه یا خدای بزرگ الله اکبر. من نمیفهمم چی میشه. آقا جفتشون الله اکبر میگن، اون که به اسم الله اکبر کشته، تو هم باز با الله اکبر میگی که آخ خدا کمک کنه، خدا اون به اسم خدا کشته. بفهمین از من رو خواهد هستین. الو بفهمین. من میخواستم با آقای امید امیدوار صحبت کنم. خودم از سر ازمان بفهمیم. خود الان شما الان داره صحبت میکنیم. بله بله شما الان رو خط زنده هستیم، بفهمیم ازمان. خب من از شما میخوام بپرسم که ببینم، البته اینه سوء تعبیر نشه ها، هنوز نگفتیم، برای من نمیدونم سوء تعبیر میشه یا نه، بگین تا بتون. من از جمهوری اسلامی دفاع نمی کنم، اولا خودم هم آدم خیلی مذهبی نیستم. خیلی نه ولی کم هستیم. اجازه بده. اما میخوام من همیشه با صحبت های یک جانبه همیشه در تمام زندگی مخالف بودم. بله. با دروغ هیچ بسا اهانتی به اندازه دروغ من تحریک نمی کنم. بله. من میخوام ببینم این فاحشگی و اعتیاد و این چیزا که این تلویزیون ها میگن، بله، این جمهوری اسلامی اختراع کرده یا در رژیم قبلی هم بوده؟ من شما اینو میخوام بچه به من جواب بدید. بله. خب من برای اینکه بتونم اینو به شما جواب بدم، باید یه سوالی من از شما بکنم که با هم دیگه شاید بتونیم توی یه خط باشیم. این مواد، بله، این کسانی که مواد مخدر فروش هستن، به کارتل ها اینجا بهشون میگن، یعنی از کشورهای مثل سات امریکا اینا مواد مخدر وارد میکنن، آیا اینها اینو اختراع کردن به وجود آوردن، یا این کوکائین و هروئین و قبل از اینها یه کسی اختراع کردن ولی اینها در دسترس جوان ها میذارن، کدوم یکیشه؟ در زمان رژیم قبل بوده یا نبوده؟ اینو باز شما میخواد بوده؟ بسیار کم بوده. هم پس بوده، کم و زیاد نیست. نه نه کم و زیاد است عزیز من. نه اجازه بده من، بعد اجازه بده به شما بگم. بفهم. ما در یکی از صادرات مملکت ما در رژیم قبل توجه زمه کنید چی بود؟ تریاک بود. از کجا شما اینو از کجا داریم؟ اجازه بده
میدونم شما من بگین شما میگین از شما چه کاره بودین که نمیدونین، چون من که نمیدونم، من حتما هم میومده ولی چون اطلاع دارم به شما بگم، من 80 خورده حساب دارم بل. در تاریخ زنده معاصر اون رژیم قبل بله به شما دارم میگم، چون ترکیه پول داشت بله صداتون قطع شد، جهانی اون روز صداتون عزیز من قطع و وصل میشه، دوباره تماس بگیریم مثل اینکه اشکال تلفنی به اصطلاح من بکنین کشت تریاکو آقای اشکال ببینم حالا من سوال از شما دارم، آیا شما معتقد هستین که تعداد معتادین کشور ما الان مثل قبله؟ اگه میخوای به من چیز به جواب بده گوش بده. نه عزیز من اجازه بده، شما داری یه چیزایی میگین که الان رفت. ببینی عزیز من، من از شما این سوال دارم، نه قبول دارم همه اونایی که شما میگین قبول، ولی شما من بگین تعداد تاریخ من به شما دارم. عزیز من ما وقت تاریخ که نداریم که الان من نیم ساعت وقت دارم که اجازه بدیم عزیز من قربونتون برم، این عادت بدیه که ما ایرانی ها داریم. ببینین عادت بدی که ما ایرانی ها داریم اینه که وقتی که زنگ میزنیم میخوایم تمام وقت رو بگیریم، من یه وقت محدودی هستش که دارم اینجا نشستم داریم با هم صحبت، شما میخواین داستان تریاک از ترکیه چطوری اومده و اینا که ما وقت این نداریم، ولی شما منصفانه به این نگاه کنید، یعنی معتادانی که الان در ایران هستن با معتادانی که قبل از اینکه اسلام و جمهوری اسلامی در ایران بیان یکیه. اگه اینطوری فکر میکنید، همینه که میگم کسانی که مال اون زمان بودن دانششون دانش قدیمه، هنوز همونطوری نگاه میکنن، دو تا تریاکی تو خانوادهشون بوده، فکر میکنن که همه ایران دو تا تریاکی تو خانوادهش. من یکی که تا سن 18 سالگی اونجا بودم، من تریاکی دور و برم ندیده بودم، من شنیده بودم شیره ای وجود داره در پایین شهر، ولی در خیابون و کوچه و محله خودم تریاکی و شیره ای ندیده بودم. شما الان در ایران در هر خانواده تریاکی و شیره ای شما میبینین عزیز من، این آمار خود جمهوری اسلامیه. روزی 25 تن تریاک وارد تهران میشه، آخه اینی که با چمدون که نمیتونن بیارن عزیز من قربونت برم، که مردم عادی که نمیتونن تریاک تو جیبشون بذارن بیارن، که اینا با کامیون باید وارد بشه. کی با کامیون وارد میکنه؟ آخون وارد میکنه. چرا وارد میکنه؟ آخون وارد میکنه. آخون وارد میکنه برای که مردم بیحال بشن بیفتن. کی حالشه داره حالا بره بیرون وایسه با اینا مبارزه کنه بعدی که نشه کرده؟ مگه ما در رسانه هامون اینجا نمیبینیم که اثر مواد مخدر عقب افتادگی مغزی میاره؟ همینطور که نشستی تنتو میخوای و نمیخوای زودتر بحثو تموم کنی، هر کی هر چیو گفت بذار آقا بریم خونه چای شیرینمون رو بخوریم. خب این مسائلیه که، ولی شما عزیز من اینی که گفتم زمان احتیاج داره تا اینکه کشور ما به دموکراسی و آزادی برسه، برای اینکه شماهایی که تحصیل کرده های اون زمان بودین وقت هنوز نبرده بودی که هنوز درک بکنین یعنی چی. شما هنوز درک نکردین آزادی اجتماعی یعنی چی، برای اینکه تجربهش نکردین. الان هم اگر شما میگین جمهوری اسلامی خوبه، برای چی بلنشت اومدی اینجا؟ بفهمین عزیزم. الو عزیز من، شما همون شخص هستی که تماس الان باشم. شما چرا قطع کردی به صدای شما؟ عزیز من یه لحظه من گوش بدین اولا، من اینجا نشستم یه وقت محدودی دارم، بعد برنامه رو ببین. نه من بحث نمی کنم، از من شما سوال دارین اجازه بده عزیز من. اولا شما طرفدار جمهوری اسلامی هستی؟ نه خیر من نیستم. خیلی خوب اجازه بدین. خب حق حقیقتم من عزیز من مخالفم، هر کسی که به ولی دیکتاتور باشه و نمیدونم ظلم بکنه و هر کاری بکنه من. بسیار خوب، آیا شما قبول دارین که تریاک که وارد هستین که یه بودی داره نگاه میکنه؟ من اصلا بود ندارم عزیز من که یه بودی باشه، من دارم میگم مردم ما باید دست این جمهوری اسلامی رها بشن. چه اتفاقات چرا مملکت ما اینجوری شده؟ عزیز من آیا شما موافق هستین که جمهوری اسلامی بعد از ایران بره؟ نشد. شما اول به من جواب بدین، شما آیا موافق هستین که جمهوری بله میخوام آیا موافق هستین که اسلام هم باید بره؟ نشد. آیا اسلام هم باید بره؟ نه خیر اسلام 80 درصد. پس برو آقا، آقا شما اسلامی هستی قربونت برم،
من که به تو میکروفون نمیدم که بشین اینجا راجع به این صحبت کنی. اگه میخوای سوال کنی سوال کن. من که میدونستم تو از کجا اومدی، که من با هزار تا مثل تو این 7 8 10 سال برخوردم. همین شما هستین که بلند شدین اومدین تو کشور آمریکا از آزادی و اینا استفاده میکنین. دخترای لخت تو خیابون دارن راه میرن رو نگاه میکنین. خودتون میرین مشروب خوریتون هم میکنین، ولی وارد ایران که میشین چادر سر زنتون و دخترتون میکنین وارد ایران میشین امام رضا رو کشتن. ولی اینجا که میان حالا زبون وا کردی. من از شما میخوام بپرسم، هموطن که نمیتونم بهت بگم، بیننده ای که داری مردم رو نگاه میکنی و زنگ زدی آقای 80 ساله، تفسیر شماها بود مملکت ما با اینجا رسید. شما 80 ساله هایی بودین که اینطوری فکر میکنین که اسلام 80% مردم ما مسلمانه. چه ربطی داره؟ مثل که شما وارد یک جامعه ای بشین که 80% مرض وبا گرفتن، یه دو اومدن میگن آقا این وبا رو باید درست کنیم، میگه آقا نمیخواد درست کنیم، ما 80%مون وبا دارن. چند وقت پیش که زنگ زد میگه آقا این اسلام میخوان از ایران بگیرین، جاش چی میخوان بذارین؟ گفتم عوض میخوام. رفتی دکتر گفتن یه قده سرطانی اینجا تو باید دریارین. شما چی میگی آقا این قده دریارین جاش چی میخوا بذاری؟ هیچی، میخوام این قده رو بریم بنزیم کنار، چیزی نباید جاش بیاد. لازمه زندگی انسانی خرافات نیستش که عزیز من، که ولی پر توقع و برچنگی ها کنید. دوباره بفرمایید. الو عزیز من، سوالی دارین؟ تو چرا تهمت میزنی به من؟ تو ببین وجدانت کجا رفته؟ وجد آقای نمیدونم و پارسا یه روزا شروعی ایران تلفن یه خانم زن. عزیز من وقت داستان ندارم، قربون روی ماهت برم، ساعت 7 من بعد نیم ساعت دیگه برنامه رو ببندم. عزیزم نه من شیره دارم نه شیره فروشم، شما با من آشنایی نداری. من دارم میگم امثال شما بودن که مملکت ما رو بیچاره کردن، برای اینکه تو اسلامی هستی. من نیستم. اگه اسلامی نیستی بگو مرگ بر اون محمد، بگو کسافت زدم به حضرت محمد، بگو اون من که میدونم تو مسلمونه از نهستی که جمهوری اسلامی من اینجا من محمد اصلا زبونت بند اومد. مگه تو ایرانی نیستی؟ به تو چه ربطی داره عرب اونجا چه غلطی کرده؟ به تو اصلا چه ربطی داره که علی رو کشتن نکشتن، حسین رفته توی کربلا مرده؟ بهتر که به ما چه مربوطه؟ مملکت دوران هر یه جوانی گوشن هر جونش منزه هزار تا از اونا میارزه. کاش یه روزی تویی که نشستی اینجا حرف میزنی امثال تو بچه هاتون رو بگیرن دار بزنن تا بفهمی من دارم راجع به چی صحبت میکنم. تا بچه تو نگیرن تجاوز کنن، تا بچه تو به اسم اسلام و الله و اکبر سرش نزنن و شکنجش ندن، تو نمیتونی بفهمی اسلام یعنی چی. تو اسلام و روی قشنگش رو دیدی که فقط یه نمازی خوندی و سرت گشتی اینجا و یه مهر اینجا زدی و خاک کثیف کربلا، حالا تازه یه بار کربلا باشه اون پشت مغازش یارو اینطوری کرده به تو فروخته تو مشهد و توی قم. مگه فکر کردی این بلند میشه میره کربلا برای تو خاک میاره؟ همون خاک شش گوسفندی که اون پشت بوده رو مچاله میکنن یکی روش میزنن به تو میفوشن، تو می سرت میذاریش میگه الله اکبر الله اکبر، دنیا رو ما نجات میخوام بدیم. آخه عزیز من خجالت داره تو که سر تعظیم پایین میاری، جامعه ای که سرش رو دولا کنه نوکره. تو سرت برای چی تعظیم میخوا بکنی جونه چی؟ بذارین بهتون نشون بدم جلوی چی. گوش بده اینو برای شما میذارم، گوش بده. امانت کرده بود عقب عقب مدو که سوارش کنه، آخوندم نمیدونست، خوشحال شد گفت الحمدلله این آدم خوبیه، منو میخواست سوار کنه. گفت آمدم بهت بگویم که سوارت نمی کنم. عقب عقب اومده که بقید به این چی بگه؟ آمدم بهت بگویم سوارت نمی کنم. اونم از اون زرنگا بوده، آخون مثل من نبوده، خیلی زرنگا داری. میگه منم بهت میگویم از 57 که سوارتون شدیم دیگر پیاده نمیشم. گوش میده عزیز من، این میدونه سوار شده، این مردم رو الاغ میبینه. برای همینه که تحصیل کافی، مدرسه فرستادن کافی لازم نیست، زمان لازمه.
زمان لازمه که اون نسل اولی بره، نسل دومی بره، نسلای سوم چهارم بفهمن که میتونن مقابل اینا وایسن، میتونن با اینا صحبت کنن، میتونی تو دهنشون بزنین و بلنشین وایسین. من نگفتم مردم ایران این کار رو الان میکنم، من میگم در خارج از کشور ما این صدامونو برسونیم که ما میدونیم شماها دارین چیکار میکنین و مستقیما جلوشون وایسین، دستشون رو باز کنیم، صحبتاشون رو بذاریم، تجزیه و تحلیلش کنیم، به مردم بگیم آزادی اجتماعی یعنی چی، به مردم بگیم وقتی که دارین صحبت کنین یعنی چی، به مردم بگیم راه چاره چطوریه، به مردم بگیم اگه مبارزه نمی‌کنی سعی کن اگه خودت هم اینطوری نیستی به بچت این درس رو نده، این درس مریضیه. وقتی که من به بچم یاد میدم که اولی که دادم یا ونیکات در گوشش میخونم و روزه براش میخونم، دارم وارد بدن این ویروس مریضی میکنم. هر کسی که نماز میخونه مریضی فکری داره، این ویروسه، ویروس مغزیه. من فکر میکنم دیوونگی یعنی چی؟ من از شما سوال دارم، اون کسی که کنار خیابون وای میسه هی توف میندازه رو هوا، میره زیرش تخم میخوره سرش، سنگ میزنه به سرش، مگه نمیگن دیوونه است؟ خب اونی که سرش میزنه به دیوار دیوونه نی؟ اونی که سرش میزنه به زمین چی؟ اون چی؟ اون دیوونه نی؟ خب اینا دیوونن دیگه. آدم عاقل میشینه روز 5 6 تا سرش میکوبه زمین؟ خب برای اینکه یه مقدار صحبت های ما بهتر بشه بفهمه نیزه من. الو آقا. بله بله آقا، این آقا ولکن هم نیه، اسلامی ها خیلی چیزن، خیلی با هم گوش میدیم برمیگردم با شما. ایران، ایران، سرزمین شیران، ایران، یک
به عاشق دشمن اسیر خشمه شیر شیان ما شد من با ای رفیقم من دارم دمیرم بر جا نشسته ایم و بر باز رفته ایران من با ای رفیقم من دارم دمیرم بر جا نشسته ایم و بر باز رفته ایران ایران زاغان و ایران با درود به شما بینندگان عزیز قبل از که برنامه رو ببندم به آخر برنامه داریم نزدیک میشیم و فقط بگم که برنامه من سه شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر وقت واشنگتن از ایتو چنل پخش میشه ساعت 3 بعد از ظهر وقت کالیفرنیا از کانال عصر امروز از رادیوی 24 ساعته ایران هم پخش میشه. من قبل از اینکه برنامه رو ببندم شاید برای کسانی که آشنایی با من ندارن بگم من اینجا نه دموکراسی هست نه آزادی هست، من نشستم اینجا بگم من آدم آزادخواهی هستم اومدم شما رو آزادی بدم صحبت کنیم. من حرکتم مستقیما مبارزه با اسلام نه با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اصلا وجود نداره وقتی که اسلام بین ما بره. مبارزه کردم با یه آخوند و دو آخوند و سه آخوند و پنج آخوند نتیجه نمیده، برای اینکه از بغلش عین زالو زاییده میشه. باید با فکر رو با اون اندیشه اسلامی باید مبارزه کرد. اندیشه اسلامی اسلامه. من با هر کسی که بگه من با جمهوری اسلامی مخالفم اما با اسلام موافقم مخالفت دارم، اصلا اونا دشمن من بیشترن. باز اقلا وزن با اونا مشخصه. من اینجا نشستم بگم اسلام زهره برای ایران ما. من به هیچ جای دنیا کاری ندارم. اسلام برای ما زهره، با وجود برای اونا هم زهره ها، ولی من اونا به ما ربطی نداره. زهره مریضیه، باید از کشور ما بره. اگر با یک مریضی بزرگ شدیم و عادت بهش کردین دلیل نیست که مریض نیستیم. بریم بخونیم، بریم راجبش تحقیق کنیم. شما تنها نیستین که به یک باوری باور دارین، انواع و اقسام وجود داره. از قورباغه پرست هست تا سوسک پرست هست تا پرنده پرست هست تو سنگ پرست هست تو علی پرست هست تو حسین پرست هست تو محمد پرست هست تو اون اللهتون که اون سنگ توی کعبه هست هست تو انواع و اقسام پرستش ها وجود داره. خود اسلامیه رو بریم با وجه که قبول دارن دارن هم دیگر رو کتک میزنن وحشی هن. آقا اسلام دین آدم کشیه. تا وقتی که اسلام از ایران نره ایران ما آزاد نمیشه. کسانی که نشستین گروه های سیاسی دارین، کسانی که تلویزیون دارین، کسانی که حرف میزنین، اگه با اسلام مبارزه نکنین شماها دارین به مملکتتون خیانت میکنین. همه تون باید هر روز بگین مبارزه ما با اسلام واقعی و خود اسلامه. همین اسلامی که میبینین، اسلامی که در جمهوری اسلامیه، اسلامی که در سوریه میبینین، در عراق میبینین، یکی میاد اون گروه میاد، حزب الله میاد، نمیدونم اسلام برادرهود میاد، انواع و اقسامش فرق نمیکنه. اینا همشون از یه خانواده هم، همشون آدم کشن. مملکت ما 1400 ساله مریض بوده، 40 ساله تب کرده، در حال مرگ. تنها دواش بلند شدن و جنگیدن و دانشه. درود میفرستم به تک تک شما، آرزو میکنم که شب و روزهای خوبی داشته باشین. تلفن برنامه من سعی میکنم ترانسفر کنم به تلفن دستیم که بتونم جواب بدم، ولی در غیر این صورت تلفن خود تلویزیون اینجا هست 703-655-5268، تلفن کانال عصر امروز هست 818-451-4-0. از مسلمانانی که بهشون برخورده زنگ بزنم بگن از این برنامه خوشمون نمیاد، از کسانی که فکر میکنن باید مبارزه کردن این راه، درخواست میکنم که پشتیبانی کنن که ما بتونیم این برنامه رو نه فقط خودمون، مجموعه نه فقط مجموعه ای تو مجموعه با کانال عصر امروز رو بتونیم رو ایران ببریم. شاید این صحبت ها بتونه تأثیری بذاره برای ما. یک دنیا سپاس از شما، بدرود به شما میگم تا برنامه آینده.